بله عرض میکنیم. امروز میخوام یکم راجع به برنامه نویسی برای نمایش تیوی صحبت بکنم. مبحثی که قرار گذاشته مبحث سنگین و عجیب غریبی نیست. اینکه شما یه بیسیکی از اهمیت بدونید میشه گفت کافیه برای کارگاه حالا میشه گفت ارائه بیشتر به کارگاه. ولی قرار هم نیستش که اینجور بیایم کدوم ویسی مثلا مفاهیم اندودی رو یاد بگیریم. فرضمون اینه که ما مثلا فیلم ارتیسی چندون فرگمنت چیه میخوام بدونیم که اندودی چجوری قرار از اینا استفاده بکنیم چون ساختارش متفاوته. یعنی اگه شما مثلا برای موبایل اندروید موبایل دارید کد میزنید با همون دید بخواید اندروید تی وی رو شروع بکنید موفق نیستید چون فرق میکنه. یعنی باید بدونید چه استاندارده خود اندروید گذاشته و بعد از اون تبعیت بکنید. ولی یه خوبی که اندروید تی وی داره اینه که نسبت به بقیه دیوایس هایی که برای اندروید هست منظورم باش و ماشین اندروید نزدیکتر به موبایل در نتیجه شما راحت‌تر می‌تونید چون دوزهش خیلی فرق نداره. موبایلی یک جایی انترتینمنت حساب میشه با یک سری ابزار. تیوی صرفا انترتینمنت یعنی ابزار نیست، دوستگاه نیست و کلا قضیهش اتحاق یا ویدیو استریمه یا موزیک پلیر یا از این چیزا قرار باشه. و یه داستانی که الان اندروید تیوی داره هنوز هم حداقل توی ایران اینه که خیلی ها اصلا نمیدونن چیه. دقیقا در سال 90 که موبایل اندروید تازه اومده و 90 هم همه گفتن به چه درد میخوره حالا اندروید. از این گفتن که خب نه مثلا خب چیزی که میتونه نه اصلا نصب کنه. الان تیوی هم همین وضعیت رو داره. روی قشر زیادی از جامعه حداقل تو خود ایران شاید نمیدونم جای دیگه که نمیدونن به چه درد میخوره اندروید تیوی. ولی به نوشک باید میگم که یوزرش خیلی داره بیشتر میشه. حداقل ما خودمون تو شرکتمون حتی تیوی فیلمور که کار میکنیم میبینیم که یوزرامون تعداد خیلی زیادی دارن سویش میکنن روی اپ تیوی فیلمور. تو خب روی اسکرین خونه شونه خیلی اوکی دارم هم کار بکنم و کلا هدف اون اپ همینه که شما بتونید اسکرین بزرگ فیلم ببینید. الان هدفی که خب این اپلیکیشن داره و تعداد یوزرامون خیلی داره هر روز بیشتر میشه به این پلتفرم. و یه مشکلی که اندروید تیوی داره هنوز هم با گذشت این هم وقتی که اومده داکیومنت خوب براش نیست. سایت دیولوپرز خود اندروید نمیگم بده ولی اینجوری خیلی باید این آموزش و توتوریال خاصی توی سایت مختلف پیدا بکنید. هر کس پراکنده است کامل نیست ولی خود میتونید پیدا بکنید. خصوصا فکر کنم تو یوتیوب بهتر از هر جا بتونید در واقع آموزش خوب براش پیدا بکنید. اینکه حالا اندروید تیوی رو بخواید استفاده بکنید اصلا فکر کنم معناش رو میخوام بکنم برای تیوی کد بزنم حالا به چه دیوایسی باید کار بکنم. یا شما اسمارت تیوی اندروید دارید که خب شاید احتمال خیلی زیاد شاید نداشته باشید دم دست خونه‌تون میتونید از باکس های مثلا اندروید باکس شیائومی یا حالا برندهای دیگه استفاده بکنید که یه باکس خیلی کوچیکه که وصل میکنید به هر مانیتوری او اس اندروید مخصوص تیوی داره و میتونید همتون رو ران بکنید. در نهایت میتونید از شبکه‌ساز اندروید تیوی خود اندروید استودیو هم استفاده بکنید برای اینکه کدتون رو خروج بدید. کدی که برای اندروید تیوی میزنید چون بهتره اندروید گوشی هم حتی ران میشه ولی نمیتونید باش کار بکنید چون ساختار نویگیشن و اینا متفاوته. خیلی نمیتونید با تاچ گوشی رو صفحه کوچیک اون چیزی که میخواید ببینید ولی باید پلتفرم اندروید میتونید رانش بکنید. شاید مثل خیلی چیزهای دیگه ای که میخوایم شروع بکنیم برای اندروید بعد نباشه که بیایم ببینیم گایدلاین خود گوگل برای ساختار اندروید تیوی چیه. پیشنهاد می‌کنم حتما این سایت رو نگاه بکنید. شاید خوندن کل 45 دقیقه بیشتر هم وقتتون نگیره. خیلی داکیومنت کوچیک و مختصری ولی خیلی کامل گفته که چی به چیه چه بخشایی داره. از اینجا می‌تونید بیاین مثلا ببینید که میام تو این صفحه ویوهای اصلی که توی اپتون قرار داشته باشی مثلا یه بروز روه یا بروز صفحه جستجو نه صفحه که قرار دیتاهای کل اپتون توش باشه. یوزر قرار توی این بیاد مثلا چیزی که میخواد پیدا بکنه و میگه که خب قرار اینجوری باشه. بعد خیلی هاشون مثلا صفحه دیتیلیو قراره اون صفحه باشه که دیتیل اون مدیا رو قرار نشون بدید. مثلا اگه فیلمه دیتیل اون فیلمه رو نشون بدید اگر که هر چیز دیگه هست. مثلا این پایینش البته اینجا نه توی
استایلش بکنم بعد باشه پتر یکی از این بخشاشه که اومده گفته که چیکارا رو بکن. حالا من یکی دو تا که مهمه رو تو استایل من آوردم چیکار باید انجام بدیم و چیکار نه. مثلا مثل این گفته که این هر دیتا رو تو تیوی نباید نشون بدیم، باید مثلا خیلی ساختار ساده تری داشته باشه، ولی چیزی که توی تیوی خیلی بهش تاکیده سادگی رو باید تا حد ممکن رعایت بکنه. یوزر قرار نیست خیلی دیتیل زیاد ببینه و یه اصطلاحی که دارن میگن ده فوتیو ها، یعنی که قرار از این فاصله یوزر شما با اپتون کار بکنه و این کاملا متفاوته با هر دیوایس دیگه که یوزر داره باشه تو هر دو مثلا کاری انجام بده. گوشی فاصله خیلی نزدیک‌تر، باش فاصله خیلی نزدیک‌تر، حتی اتومبیل‌های همین فاصله خیلی نزدیک‌تر دارن. اینو قرار یوزر شما از فاصله چند متری باش کار بکنه، در نتیجه استایل تو خیلی باید منسجم و اوکی باشه، تکستاتون نباید سایز کوچیک برداشته بشه و سکوت نباید باشه. چون یوزر قرار نیست اونجا بگرده دنبال چیزی، فروشگاه نیستش که دنبال دیتا بخواد بگرده. میخواد این کاری که میخواد انجام بکنه باید احتمالاً یه چیزی رو پلی بکنه. صفحه حالا اون تلویزیون اندروید صفحه اصلیش چه این حالتی داره؟ اون سطر اول حالا یه سری ریکاماست که آخر ارائه بهتون میگم قضیهش چیه و این پایین میبینید که اپلیکیشن ها با آیکونی متفاوت از آیکونی که توی موبایل دیوایس برای اپلیکیشن میذارین اومدن. آیکونش رو بهش میگه بنر که عرض و ارتفاع مشخصی باید داشته باشه. و حالا یه مقایسه ای که اینا دوباره از همون سایت آوردن گفته که اگر که اپ اندرویدتون مدلی که سمت راست دارید میبینید تو تبلت این تفاوت رو پیدا میکنه، توی تیوی کلن به دو تا سایت مختلف اسکرینتون تقسیم میشه و این ظاهری میبینه که دارید. و اینا هم که در خوبیهایی که بهتون گفتم که اون فاصله که یوزر داره کار میکنه اگر که با موبایل مقایسه بکنید و این فاصله برای یوزر خب روی تی وی چه این فاصله خیلی بیشتری رو باید برش درست بکنید. اولین چیزی که گفتم که تی وی قراره که باهاش مواجه بشین یه صفحه یا فرگمنتیه که قراره صفحه اصلی احتمالاً اپلیکیشنتون باشه. این اسکرین شاتی که می‌بینید اسکرین شات صفحه اصلی گوگل پلی ورژن خود تی ویه. احتمالا میدونید که شما اپ عادی هم اگر که داشته باشین روی تیوی اجرا میشه، ولی رو نویگیت کردن روی بالا پایینه که برای با کنترل قرار کار بکنید که تاچ اسکرین که ندارید با کنترل دست کنترل مشکل میخورید. و به خاطر همینه که میگم استاندارد خود گوگل اومده گذاشته که با اون دستگاه کنترل و اون فاصله یوزر بتونه راحت کار بکنید. خب این ساختار بروز فرگمنته، ولی برای اینکه یکم ساده تر باشه من اول میام یه دونه پروژه جدید میخوام درست بکنم ببینیم که چجوری این پروژه اندرویدو بیت میکنیم، چجوری را میکنیم. بعد از اون کدا رو من مرحله مرحله رو بیت گذاشتم که یکی تا بچه ها در اختیارتو میذارم که میتونیم اون چیزی که امروز با هم دیگه بیت میکنیم و داشته باشیم و به همون دیگه بیت پیش میام که خیلی فرصت نگیره ازم برای فقط کد نویسی. پس همشه استارت نیو پروژکت رو میزنیم، توی این صفحه تیوی رو انتخاب میکنیم، اد نو اکتیویتی رو من انتخاب میکنم به خاطر اینکه این میدونیم که کلی کد جنریت میکنه خود اندرویدو استودیو و نمیخوام واقعا این اتفاق بیفته. اسم بذاریم که با فرق گروه بخاطر نشه، کاتلین هم کد میزنیم و تا این بیلد میشه. برای اجرا گرفتن من از خود شبیسات اندازه استودیو استفاده میکنم، همونجور که شبیسات بقیه شبیسات رو میسازی روی این تیوی رو انتخاب میکنی، دو تا دیوار با سایز مختلف داره یک شما کنی و بعدش هم رژن استیکیش و غیره.
فقط یه باگی که احتمالش خیلی زیاده بهش برمخوریم توی شبیه‌سازی اندروید تیوی بعضی وقتا حتی دیوایسش هم همینطور تو تیوی خیلی من خودم این مشکل زیاد میکنم اینترنت دیوایستون رو شیر نمیکنه و شاید سولوشن مختلف جواب نگیری. یه دونه شبیه‌ساز دیگه بسازیم با یه استیکر مثلا متفاوت. من با اندروید گوش که کار میکنم اوکیه، مشکلی نداره. یه پروژه کاملا خالی برای من ساخت، حالا هیچی نداره، میخوام هم یه اکتیویتی صرف هم توش بسازیم، رانش بکنیم، ببینیم که ساختارش چه فرق میکنه. پس من یه دونه اکتیویتی ایجاد میکنم، empty activity، main activity میذارم، میزنم لانچر باشه، یه لیاز هم برای من درست بکنه و تمام. اولین مرحله وقتی میخواییم کار بکنیم برای تیوی باید بیاییم که منیفست رو یه سری تغییرات انجام بدیم، اعمال کنیم. اول از همه هرچه خودش این کار برای من انجام داده اینه که تم که در واقع تمی که به اپلیکیشن تو یا به هر اکتیویتی تو فرق نمی کنه میخواییم بدیم باید لینک بک باشه. لینک بک همون استاندارد که گفتم خود گوگل گذاشته برای اپ اندروید تیوی، یه تم با یک لایبرریه که حالا تم خودش رو داره با کلی کلاس مختلفی که میتونیم استفاده بکنیم بدون اینکه نیاز باشه برای مثلا اون صفحه دیتیلی که دیدیم رو بیاییم جز به جز خودتون بسازیم، خوش با آداپتر رو تمام این امکاناتی که بهتون ده با کلاسایی که بهتون ده خیلی راحت میتونیم بسازیم و ازش استفاده بکنیم که حالا قرار مورد اونجوری ببینیم چجوریه. از تمتون باید تم لینبک باشه و وقتی پروژه اندروتیوی رو میسازی خودش لینبک هم اضافه میکنه به پروژه. من یه مین اکتیویتی دارم و این و این و البته چون که تم اپتون دیم برکه اگه از اپ کامپت استفاده کنیم به ارور میخوریم، من اینو همون فرگمنت اکتیویتی فلان میذارم چون استایلش به استایل اون نمیخوره دیگه، فرگمنت اکتیویتی میذارم بعدش حالا قرار توش فرگمنت اد کنیم و استفاده کنیم. سرویسازی هم که استفاده میکنم API 28 و راست صفحه اصلی تیوی شبیه‌ساز تیویه که حالا اپلیکیشن رو توی این منو قرار میگیره و حالا بخش مختلفش با هم کار میکنیم. یکم متفاوت با اون اسکرین شاتی که بهتون نشونم اندروید تیوی بودیم برای این نسخه اسکی که یکم متفاوت با اون که بهتون نشون دادم. مثلا فهم کردم یه بار در کنارش من برم توی لینک گیت هابی که گذاشتم. من بخش مختلفی که امروز میگم و رو برنچه مختلفش گذاشتم. حالا فعلا من پروژه رو میام کلون میکنم. اوکی این اپ ما بالا اومد روی شبیه‌ساز. خب یه صفحه خالی داره قطعاً چیز خاصی نداره و اگر که من برگردم به صفحه اصلی داخل منوی اپسم، اپی که من زدم این دوتا که حالا اپ دیگه یه اپی که من زدم اینجا نیومده. این یه تغییر دیگه باید دوباره تو منیفستتون بدیم برای اینکه اپلیکیشنی که میذاری یعنی رانش که میکنی یا روی دیوایس که نصب میشه آیکونش توی منوی کاربر بیاد. معلا حالا این اپا که از قبل بود ولی اپا دیگه اینجا اضافه بشه. یه تغییر باید بدیم
داخل منیفستتون این دفعه به جای کاتگوری لانچر بعد بزنید گیم بک لانچر و اینو که ران بکنم آیکون اپلیکیشن هم توی صفحه اصلی در واقع دیوایس هم میاد. یه نکته‌ای که وجود داره اینه که برای تیوی یه سری دیوایس ها از جنس لین بک هم یعنی همین اسرانی که هم تعریف کرده اینو ساپورت میکنه و همین لانچری که اینجا گذاشته اونجا کار میکنه آیکون تلاشه میشه به اون دیوایس کاربر. یه سری دیوایس های تیوی واقعا الو تیوی نیستن به ذات، یعنی لین بک نیستن. برای اینا باید یه منیفست جدول حال جدول دارم صرفا میگم یه وقت خاصی دیولپ کنه مشکل خورم بدون داستانش اینه. بعد برای اونا یه دونه منیفست جدا بسازیم، یه بیلد جدا بدیم که اون این منیفستی که برای ساختیم و کاتگوریش همون لانچره لانچر معمولی با این مرج بشه و مشکلی نخواد. یعنی برای اونا لانچر تو فرق میکنه ولی اون کلاسه لینبکی که هم دیدیم با این با همین قرار باش کار بکنیم تمام رو ساپورت میکنه فقط یه لانچرش به مشکل ممکن بکنه. من این راه شد و اگر که الان برگردم و اپ رو بزنم این الان آیکون اپ منو که اجازه باشه برای این که آیکونش رو عوض بکنید این تایپ آیکونی که میبینید و توی تیوی ساپورت میشه اسمش بنر هست. بعد بنر بهش بدید. سایز بنر هم باید 320 در 180 باشه که حالا همه اینا تو خود داکیومنت سایت اندروید هم میتونید ببینید سایز بندی هاشون. خیلی خب من الان یه پس یه دونه اپ ساختم اینجا اومده آیکونه وقتی میزنم تو راه میشه و خب یه صفحه پوستی خالی دیگه کار خاصی که نکردم بعدش. بریم ببینیم که اگر بخوام اون کروس فرگمنت یه قرار لیست مدیاهای منو نشون بدم بسازیم بعد از چه استفاده بکنیم. داخل لینک بک یه کلاسی هست به اسم یه فرگمنتیه که تمام اون اینکه شما دید سمت چپش این منو داشتیم بالاش آیکون سرچ بود سمت راست میشه در واقع مدیاهایی که میخواین نشون بدین میاد تمام اینا رو داره داخل شما شما باید این ساختار خودشو بدین که بتونید دیتاتون توش بچینید. حالا ساختار پروس فرگمنت چجوریه؟ من برای اینکه یه تو این اسلایدم یه عکسش درست کردم ولی چون یکم پیچیده است مرحله مرحله بهتون میگم که بعدش که تمام شد ببینید که کلا چه جوریه. برای اینکه فقط بتونم اوکی کلا خود بروز فرگمنت از دو تا بخش تشکیل شده، یکی این قسمته یکی این قسمته. هر کدوم از اینا چیان؟ به این سمت چپی میگن هدرز فرگمنت. همونطور که میبینید سه تا عنوان وجود داره که هر کدوم از اینا مال یکی از این سطرهایی که اینجا میبینید. در واقع هدر این سطر و اینکه حالا تایتل این سطر حالا هدر هم حالی نخواهم بهش بگیم وارد این وقت شد این وقت نشونش میدن. کلیتش که خود بروز ساپورت فرگمنت یا هم بروز فرگمنت و سمت چپ هر کدوم از اینهایی که اینجا میبینید یه دونه سطره که سمت این در واقع قسمت سمت راست صفحه میگن روز فرگمنت. شما قراره یه سری سطر نشون بدین که این سطر اون هدر سمت چپ لینکن برای هدرها که نویگیت میکنین میره روی اون سطر مربوطه و یوزر میتونه با کنترل دیوایسش بره اونا نویگیت بکنه. چیزای دیگه که حالا باید بدونیم براش چیه؟ هر کدوم از این آیتمایی که توی این هدر فرگمنت هست بهش میگن یه دونه هدر آیتم، یعنی کلاس اسم هدر که میاد رو میسازین اون تایتلی که دارم بهشون دیم و یکی آبجکتی که باید پاس بدیم به در واقع آداپتورش که بیاد نشونش بده. آیتم هایی که اینجا میبینید تایپ کلیش از جنس آبجکته یا همون اینی که توی پاتین داری آبجکت و شما تعیین میکنید این آبجکت قرار چی باشه. مثلا توی این اولی یه تکس ویوه توی این پایین یه ایمیج کارد ویوه که مالا خود دیم بک رو با همین میبینید که داستانش یه ایمیج کارد ویوه یه جور کارد ویوه حساب میشه در واقع. و یه چیز باحالی که داره اینه که شما برای اینکه اینا رو بچینید تو صفحه نیاز نیست آداپتور تعریف بکنید، کاری که تو دیفالت انجام میدید که اپاتون خودش آداپتوری داره که بهش میگه پرزنتر، یه جور همون آداپتور خودمونه یکم تفاوت داره. لیاوت شما قرار نیست تو ست بکنید، قرار با خود بیاید بچینید ساختارشو. پس اینجا یه چیز نسبت به پرزنتر که دست همون آداپتور خودمون داره توی موبایل اپلیکیشن که میزنیم
یه سری هدر داریم، تایپ آبجکت هایی که این ورد سنباز پرزنترش هست از جنسه، یعنی از جنسه همون آبجکته، یعنی هر چیزی میتونه باشه. و حالا هر کدوم از اینا چی میگن؟ مگر اگه پنم بخواهی راحت هم بودم. یه دونه این مجموعه هدر با سطراش رو بهش میگه لیست رو. لیست رو پس شامل یه دونه روه که سمت راست داره، یه دونه هدری که سمت چپ داره. این دو تا با هم ترکیب می‌کنه یه دونه لیست رو بهم میده. در واقع ما الان سه تا لیست رو دارم. سه تا سطر دارم با هدرش. و برای چیدن هر تیکه‌ای که هر رویی که اینور دارین می‌بینید، ما حالا سه تا رو آداپتر، یه چیزی داره به اسم اری آبجکت آداپتر که در واقع اون تایپ پرزنترتون رو میاد میگیره و این داره میچینه توی اون سطحی که میبینیم. حالا اینو خودتون با هم دیگه میبینیم بیشتر متوجه شید. من فقط اسمشو دارم میگم که تو ذهنتون باشه، خود براتون سوال نشه. و در نهایت کل این لیست روی که میسازم و من پاس میدم به پرزنتر صفحه‌ام، در واقع همون آداپتر اصلی صفحه‌ام، و اینا رو میاد توی صفحه برام قرار میده. اگر که حالا من بخوام اینا رو با اسماش بهتون نشون بدم، یه چنین ساختاره میشه. من یه بروز ساپورت فرگمنت دارم، این برای یه هدر فرگمنته، یه سری هدر آیتم دارم اینجا، چیزهای دیگه هم دارم. مثلا این رنگ سبزی که اینجا میبینید برای شما باید کد خاصی بزنید، چیز داره برند کالر، هر رنگی بخواهم بهش بکنید سمت شب براتون رنگی میکنم. یه آیکونی که اینجا هست یا تایتل میتونید بهش بدین، یه چیز داره شما برش داره بکنید، میتونید آیکون حالا حتی توی هر چیز که هست میخواهم نشون بدین اینجا بذارید. اینجا آبجکت هایی که میبینید، هر کدوم از اینا که گفتم بهش میگم رو آداپتر، یه چیزی به اسم اری آبجکت آداپتره که حالا جلوتر باش کار میکنیم، و رو هم دیگه لیست روه که کل سطح هم میشه هدر آیتم هم با رو آداپترم، این سمت چپ راست با هم دیگه مرج میشن و میشه یه دونه لیست رو. و در نهایت یه چیزی هم به اسم روز آداپتر، حالا اسمی که خودم بهش دادم، که یه چیز از اون لیست رو پرزنته، همون آداپتر کل صفحه که بهتون گفتم مال خود لین بکه، و اینا دیگه ما برام انجام میده. برگردیم توی کد که توی کد راحت‌تر ببینیم چی رو بخوام ببرم. من کدی که توی گیت بود رو گرفتم، فقط کنم برنچ مستر رو گرفت. اگر که شما خواستین کار بکنین و مرحله مرحله ببینین، اولش همین. من این پروژه رو می‌بندم و پروژه‌ای که الان ساختم دسکتاپ رو بسازم. سوالی که در این داره بپرسید الان سدی تا سیم شفتی بگم سوالی فکر کنم یه لحظه بودن بگو اگر که برای دستی این نفعه بسیار مال خودم درست مثلا بزنم که اون خوندی که میدید برای اندوکتیری و اندوکتیری که واقعا دو تا دیگه جدا میشه؟ نه. آره اگه جدا داره، یعنی برمانی که این برکیست رو هم ما باید یه حوجه جدا بدیم، برمانی که من یه حوجه جدا در واقع هم یه حوجه که خودتا لیبر جدا باید بسازیم برای اینا و تو دیگه جدا متفاوت بدیم. فقط همه تیگه هم منیفست رو که فعالا همون تر یه لانچه، یعنی منیفست دیگه برای خود لیبر بسازیم که لانچهش دیگه چیز نیست، این برکیست این لیاز کاستوم چرا؟ حالا الان تو جلو
با هم دیگه میبینیم. خود نیمه حیات های اینا رو تعریف کرده. خب اگر دیگه وقت بخوام دیگه لازم نداره مثلا کاستومش بکنیم، اگر که نیازشون کاستوم بکنیم اون دیتا تو اوورراید بکنیم، یعنی با همون اس که پروژه خود آن میسازی تقریب امکان میدی و باره چون تو پروژه این کار میکنی با هم دیگه کنیم. یه بخشی هم شاید نبودم شاید جایشو گفتی، ولی سوالم اینه که حالا چه چالشایی داشتین یا مثلا چه جوری جدا کردین لاجیکای داپلیکیت پیدا کردن مثلا نداشته باشین یا مثلا بتونین جایی که می‌خواین از هم جدا کنین. کلا اگر چالش خاصی داشتین، حالا اگه حلش هم شده حل شده مثلا حل شدهش چه جوری بوده، اگه حل نشده چه چیزایی هست که آنگوین که همچنان مشکل دارید باهاش و فکر می‌کنین که باید بهتر بشه؟ جدا میگمش اینو اگر که جایی تو ذهنم بود، ولی یه کار خیلی خوبی که شما بعد انجام بدیم و ما انجام ندادیم تازه الان میخوام بریم سمتش اینه که از اول مثلا اگر که یه اپی دارین که هم نسخه تیوی داره هم نسخه یه دیوایس داره یه پروژه داشته باشیم، یعنی شما توی یه پروژه اندروید میتونیم برای دوتاش بیاین حالا اون کلاسه که میخواییم بسازیم دوتا پروژه توی با هم دیگه ادغامش بکنیم درش مثلا مدل کلاساتون دیگه داپلیکیت نمیشه یا API کالاتون داپلیکیت نمیشه دایورتون داپلیکیت نمیشه. ما خودمون دوتا پروژه جدا داریم، یعنی مثلا تیمش هم متفاوته، آدم ها متفاوته روش کار میکنن، ولی میتونید این کار بکنید. حالا نه فقط برای تیمی شما، حتی برای باش هم اگر که میخواید پروژه بزنید که توی یه پروژه این رو ایجاد بکنید. این خیلی بهتر از اینه که بیاین موازی کاری میشه دیگه، یعنی مثلا یه فیشر جدید که میاد این تیم باید بزنه اون تیم هم باید بزنه جدا جدا و هیچ اتفاق نمیتونه بیفته این وضعه، هیچ مشترک وجود نداره. ولی وقتی که توی یه پروژه باشه هر فیچری که می‌خوام بزنید بیسیکش که همونه، ای پی کالاتون هم که همونه، فقط اتفاق متفاوتی میفته، صرفا نمایش دیتا که فرق می‌کنه یا شاید چند تا فیچر با هم فرق داشته باشه. در توی یه پروژه اگه باشن خیلی بهتره کار بشه. توی چیز آه یه چیزی رو میخواستم بگم حتی یادم رفت، این دوتا رو میفرستیم و مثلا اگر که دیوایس من دیمبک باشه گوگل پلیر که باز بکنم خودش اون دیمبک رو نشون میده، اگر که نه دیوایس هم اندروید دیوایس باشه اون دیوایس رو نشون میده. شما آخر رو گفتیم که دوتا منفرست جدا دوتا فلیور جدا داده از فلیور ها کاربرد فلیور هم میتونیم دوتا بیت جدا هم بگیم، ولی برای مثلا اون ای ای بی برای باندل بود ما نیاز به یه دونه بیت داریم دیگه، اون رو چجوری بگیریم که هم بیت داره ایزاد بشه هم بیت باشه؟ ببین وقتی میخواید اپ بذارین توی استورتون اگر اشتباه نکنم شاید روی فلیور هم این کار رو انجام بده خودش، مطمئن نیستم الان گفت یه دسته شک کردم، ولی تا جایی که یادمه تو استور اینا رو میذاشتی میگم حالا یه چند تا تگ داره من به سریا نبگمش که میاد تعیین میکنه که این مثلا اگر که من اپ گوگل پلی باز میکنم دیوایس هم سرچ میکنم اپ مثلا ایکس که برای نسخه تی وی لینبک و آتی داشته باشه با توجه به اون دیوایسی که اینو سرچ کرده خودش اون نسخه مناسب اونو نشون میده به یوزر، یعنی مثلا چه میدونم اگر که دوتاشو گذاشتیم به لینبک نمیدونم یکی نشون بده خود لینبک هم نشون میده. فکر میکنم که دوتا بیلد رو جدا میشد فرستاد ولی شرکت کردم نگاه میکنم حتما بعد از اگه به پرسون تو کنم که جواب بدم بهتون الان میشد بلند شد میکروفون حالا من اون موقع است اونجا بسیم یه دو رام بکنم ببینیم خروجی رو بعد داریم خودش رو بریم. من یه سوال رو پرسن بله این کنترلی که داره تلویزیون ها خواهی هم اکشن های مشترک دارن یا چه اکشن های ساخت رو میشه کنن؟ ببین امولاتوری داره این اکشن های نه امولاتوری که هیچی اون امولاتور با همون کلید هایی که چپ راست بالا پایین باید کار بکنی یا حتی با تاش هم میتونی کار بکنی قطعا اون تیم تو تاش نده، ولی خود این لینبکه تمام این اکشن هایی که لازمه داره ساپورت میکنه، با این حال یه متد کیدان به کاملی اسمش رو درست بگم توی اون میتونی ببینی که چه کدوم دکمه اون کنترل کلیک شده، اگر دوست داری اکشن رو براش تعریف بکنی، ولی خود هندل کردن اکشن اصلی رو خود لینبک انجام میده. اکشن اصلیش کلا 4 تا جهت رو 4 تا جهت